جملات شرطی یا conditional sentences در زبان انگلیسی چیا هستن؟ چند تا دسته دارن و چه جوری ساخته میشن؟ تا آخر این ویدیو همراه ما باشین تا یک توضیح کلی در رابطه با جملات شرطی داشته باشین و تایپ صفر یا zero conditional رو با هم دیگه یاد بگیریم. و خوش اومدیم به یک ویدیوی فوق‌العاده پرکاربرد در رابطه با گرامر، اونم چه گرامری؟ گرامر conditional sentences یا همون جملات شرطی که خیلی از زبان آموزا باهاش مشکل دارن. من حتی مثلا کسایی دیدم که سالهاست دارن زبان میخونن، کتابای مختلف خوندن، جاهای مختلف کلاس زبان رفتن، ولی همچنان بلد نیستن که از جملات شرطی استفاده بکنن. به نظر من یکی از دلایلش اینه که شاید اونجوری که باید و شاید متوجه نشدین عمیقا، و دومین دلیلش این هستش که معمولا جملات شرطی چون تو کتابای upper intermediate و مثلا یه ذره بالا لول بالاتر میاد و معمولا هم آخر کتابا گفته میشه این جملات، وقت نکردیم اون کتابو تا ته تموم کنی، یا مثلا آخر ترم بوده همینجوری سر و تهشو جمع کردن، یه همچین چیزی. But don't worry, we're gonna make it too simple for you guys. نگران نباشید، من براتون کلی، یعنی ما، من و شما همه با هم این داستان رو جمعش میکنیم، آسونش میکنیم و no worries, just chill and watch this video. اما اگر که دکمه رمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیو ما رو میبینید، لذت میبرید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش. خب بریم سراغ conditional sentences، جملات شرطی. conditional sentences there are four types, no, yes, four types of conditional sentences in English. Type 0, type 1, type 2, type 3. Or we could call them zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. چهار تا گروه conditional هست، جملات شرطی داریم. تایپ صفر، یک، دو، سه، که بهشون conditional نوع صفر، نوع یک، نوع دو و نوع سه میگیم. این که همه این کاندیشنال ها بخواد درجا با هم درس داده باشه برای کسی مناسبه که تمامی زمانهای زبان انگلیسی رو میدونه و مشکلی باهاشون نداره، چون هرچی میریم بالاتر یه ذره لولش سخت‌تر میشه. آسون‌ترین، ببینیم، از نظر من، in my point of view, conditional sentences are simpler than what you think. Seriously, simpler than what you think. You just have to focus on what I am going to tell you and then try to practice. The more you practice, the better you'll get, okay? This is something that I can assure you. هرچی بیشتر تلاش بکنین، اولا که ویدیو رو خوب ببینین و دوما که بعدش تمریناتش رو اگه انجام بدین واقعا براتون آسون میشه، نه تنها تایپ صفرش بلکه حتی تایپ اول و دوم و سومش. خب داشتم اینو میگفتم که همزمان با هم درس داده نشه بهتره، واسه خاطر همین من اصلا هیچ توضیحی راجع به اون ستای دیگه نمیدم، فقط فعلا تایپ زیرو یا زیرو کاندیشنال رو بهتون امروز راجع بهش باهاتون صحبت میکنم، بهتون درس. خب تایپ زیرو، زیرو کاندیشنال، اصلا what are conditional sentences in فارسی؟ مثلا میخوایم بگیم اگر یه چیزی بیفته اون وقت یه چیز دیگه میشه، اگر فلان چیز اون وقت فلان چیز، اگر اینجوری شه اون وقت من اونجوری مثلا میکنم، اگر اون وقت یه چیزی، اگر اون وقت یه چیزی. اگر در زبان فارسی همون conditional در زبان انگلیش هستش، در انگلیسی هستش که ما از if استفاده میکنیم. خب تایپ صفر یا zero conditional در جملات شرطی برای چی استفاده میشن؟ Type 0 is used for general facts, and we use type 0 in situations in which one thing always causes another. So, type 0 is used for general facts and it's used in situations in which one thing always causes another. Type SF for جملات شرطی برای زمانی استفاده میشه که ما میخوایم راجع به حقایق واقعی حرف بزنیم، یعنی حقایقی که دنیای واقعی وجود داره، هر چیزی که تثبیت شده، اثبات شده و
به عنوان یک رابطه عقلانی ما میشناسیم مثلا، حالا بهتون میگم چی، و در شرایطی که یک چیز همیشه باعث اتفاق افتادن یه چیز دیگه میشه. این نکته مهمه، یه چیزی باعث اتفاق افتادن یه چیز دیگه میشه. خب توی مثال ها دقیق براتون هم نکته ها رو میگم هم مفهوم این دوتا رو میگم. خب بریم جمله اول با هم دیگه نگاه کنیم. If you don't brush your teeth, you get cavities. If you don't brush your teeth, you get cavities. اگر دندوناتو مسواک نزنی، دندونات پوسیده میشه، دندوناتو کرم میخوره، دندونات خراب میشه. ببینید اگر فلان چیز، اون وقت فلان چیز. اگر مسواک نزنی، اون وقت دندونات پوسیده میشه، دندوناتو کرم میخوره، دندونات خراب میشه. بچه این یک حقیقته. اگه مسواک نزنی، اگه شیرینی زیاد بخوری، دندونات خراب میشه، یه حقیقته. و مسواک نزدن دندون، مسواک نزدن دندون باعث خراب شدن دندون میشه. یعنی one thing is causing another thing الان. یه چیزی داره باعث میشه یه چیز دیگه اتفاق بیفته. متوجه شدی مفهوم این دوتا رو؟ حالا فرمت تایپ زیرو چیه؟ همه جملات شرطی با if شروع میشن. خب اون قسمت جمله شرطی که if داره بهش میگیم if clause. بچه ها clause هم بارها بهتون گفتم، clause همون جمله است با فرق این که بعض وقتا یه ذره کوتاه تر از جمله میتونه باشه. یعنی clause هم مثل جمله با یک فاعل و یک فعل شروع میشه. You don't brush، فاعل، فعل. If clause به جمله بعدی میگیم main یا result clause، یعنی جمله اصلی یا result هم، نتیجه. So if clause main and result clause. جمله ای که جای این دوتا میتونه عوض بشه، یعنی این اول بیاد ولی این، ولی اکثر اوقات if اول میاد و قشنگ تره، ولی هیچ فرقی نداره. وقتی if اول میاد بین if clause و main clause همیشه یک کامات داریم. دارم استرکچرش رو بهتون میگم. If you don't brush your teeth، یه پاز کوچیک، you get cavities. اما اگر که این دوتا رو جا به جا بکنم، you get cavities if you don't brush your teeth، دیگه کاما نداره، if میاد وسط و دیگه کاما نداره. خب تایپ بچه ها، هر کدوم از تایپ های کاندیشنال ها، این دوتا کلازشون یک استرکچر خاص دارن، یعنی یک مدل گرامر خاصی رو پیروی میکنن. این بر و برشون چرا؟ چون دوتا کلازه، دوتا جمله است، 100% باید یه زمان، یه تنس، یه استراکچر مشخص داشته باشه دیگه. فعلا ما که با اون سه تا کار نداریم. تایپ زیرو همیشه استراکچرش به این صورته. تو ایف کلاز هم سیمپل پرزنت دارم، توی مین یا ریزالت کلاز هم سیمپل پرزنت هم، سیمپل پرزنت هم که کامل درست دادم. بریم ویدیوشو ببینیم. If you don't brush your teeth، سیمپل پرزنت. You get cavities، سیمپل پرزنت. پس if plus simple present، خب بعد بقیه جمله کاما، simple present. پس من توی دو طرف، تو دو تا کلاز تایپ زیرو simple present دارم. این پایین الان براتون می نویسم، یعنی الان براتون میاد. So if plus simple present comma simple present، یعنی یه کلازی که simple presente و اون ور یه کلازی که simple presente. بریم ویدیوشو ببینیم اگه بلد نیستین. If you don't brush your teeth، اگه دندوناتو مسواک نزنی، you get cavities، دندوناتو کرم میخوره. حالا میتونه simple present مثبت باشه، میتونه منفی باشه. ببین جمله تو چی میخوای بگی. ببین تو جمله بعدی. If people smoke cigarettes their health suffers. If people smoke cigarettes their health suffers. اگه مردم سیگار بکشن سلامتیشون به خطر میفته. بچه suffer means رنج کشیدن، ولی بهتون میگم word by word معنی نکنین. اینجا suffer به معنی literalش نیست، به معنی که مردم رنج میکشن، سلامتیشون به خطر میفته. خب حالا دوباره یه حقیقت، it's a fact if you smoke your health suffers، حقیقته. حالا اگر که سموک کنی، اگر سیگار بکشی، if you do one thing something else happens،
این که سلامتت به خطر میفته اتفاق میفته، میبینین صدق میکنه، حتی یکیش هم صدق کنه کافیش. خب کافی. دوباره بچه if clause main clause یا result clause همه، بازم میتونیم جاشو عوض کنیم ولی اینجوری بهتر به نظر من. smoke simple present if people فاعلم، if people smoke cigarettes، if people smoke cigarettes their health suffers. دوباره فاعل هم الان their health، سلامتیشون به خطر میفته، their health suffers. suffers سوم شخصه، واسه همین اس سوم شخص هم گرفته توی زمان simple present. if you hit ice، if you hit ice دوباره comma it melts، if clause main clause، اگر به یخ گرما بدی آب میشه. it's a fact، it's a fact، it's an undeniable fact. یه حقیقت غیر قابل انکار، آب بدی به یخ، یعنی گرما بدی به یخ آب میشه. So if you heat ice simple present it melts. پس تا اینجا بهتون بگم اگر خواستین بگین اگر فلان کار رو کنی یا اگر فلان اتفاق بیفته، فلان اتفاق میفته و این جمله‌ای که از زبونت میخواد بیان بشه، از زبونت بیاد بیرون، یه حقیقته یا باعث یه اون اتفاقی که اینور میفته باعث یه نتیجه اونور میشه و تو قطعاً و 100% مطمئنی راجع به رابطه این دوتا که حتما یکی باعث اون یکی میشه، از تایپ صرف استفاده میکنی. حالا آخر این چند تا جمله بهتون میگم. If it rains the grass gets wet، اگه بارون بیاد چمنا خیس میشن. It's a fact، دی معلومه دیگه، اصلا دیگه هر جوری حساب کنه امکان نداره چند گراس خیس نشه، چمن خیس نشه. So if it rains simple present the grass gets wet، simple present، simple present، simple present، هم تو if clause هم تو main or result clause هم. if you heat water it boils، if you heat water it boils، اگر به آب گرما بدی آب میشه. it's a fact، heat، if you heat water it boils. نامبر آخر یکی دیگه، نامبر نزدم میدونم چیه. if they eat too much they get fat، if they eat too much they get fat، اگه زیاد غذا بخورن چاق میشن. غذا خوردن زیاد همیشه باعث چاقی میشه، مگر اینکه دیگه طرف از اینا باشه که ژنش از ایناست که هرچی بخوره چاق نمیشه. و it's a fact، یه حقیقته. so if you eat or if they eat too much they get fat، simple present، simple present. if you touch fire you get burned، if you touch fire you get burned، اگه با آتش دست بزنید دستت میسوزه، این معلومه دیگه 100%، نه اگر اینکه یه آدم ماورای طبیعی باشه، سوپر هیومن باشه. خب if babies are hungry they cry، if babies are hungry they cry، اگه بچه گرسنه باشه گریه میکنه، اینو همه میدونیم دیگه. if babies are hungry simple present they cry، simple present. پس کلن تایپ زیرو راجع به حقایق عقلانی بود، اثبات شده بود و اینکه بخوام بگیم یک چیز همیشه باعث اتفاق یه چیز دیگه میشه، مثل این مثالی که دیدیم. کل قالب استراکچر کاندیشنال هم چه جوری بود؟ if clause comma main clause، if clause comma main clause، که تو تایپ زیرو گفتیم if simple present comma simple present، تمام افعالی که استفاده کردیم تو دوتا کلازمون simple present بودن. حالا این وسط من بهتون گفتم اگر میخواین یه جمله شرطی بگین، اگر فلان چیز اون وقت فلان چیز و 100% راجبش مطمئنی، ببینیم یه چیزی بهتون بگم لیمیت کردن در زبان انگلیسی و یادگیری هر زبانی اشتباهه، زبانی اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنید این قاعدشه و دیگه اصلا من نباید غیر از این. ببینید اولا که خودتون رو درگیر گرامر نکنید، دوم این که من سعی میکنم گرامر آسون شده رو بهتون بگم. ببینید این آسون ترین حالتش بود. حالا آسون تر از این اینه، آقا اگر میخواین یه جملات شرطی بگین که اصلا حقیقت طبیعی نداره، اگه یخو هیت بکنی اینجوری میشه، اگه آب اونجوری، اگه بارون بیاد اینجوری میشه، اینا حقیقت علمیه، مگه چقدر راجبش تو دنیای واقعی حرف میزنی؟ اگر میخوای یه جمله شرطی بگی که خودت 100% راجب ریزالت و رابطه این دوتا مطمئنی و میدونی فلان اون یه دونه اینور باعث اتفاق افتادن اونور میشه و 100% ببینی اطمینان داری and you guarantee it
گارانتی میکنی تایپ زیرو. مثل چی؟ به جمله من نگاه کنین. If you watch this video carefully, یه بار دیگه. If you watch this video carefully and then you practice, you learn conditional sentences easily. If you watch this video carefully and practice, you learn conditional sentences easily. اگر این ویدیو رو نگاه کنید و تمرین حل کنید، جملات کاندیشنال رو یاد میگیرید. گفتم if you watch and practice simple present, you learn simple present. چون 100% مطمئنم. چون مطمئنم اگر این ویدیو رو با دقت نگاه کنید و تمریناتی که تو تلگرام قرار واقعا براتون بذارم. همین یه تایپ بچا اینو هم وسط حرف بگم. یه تمرین ویدیویی میذارم با صدا گذاری خودم تمرین براتون حل میکنم. یه تمرین پی دی اف میذارم. ویدیویی رو ببینید بعد میتونید برید تمرین پی دی اف رو حل کنید. جفتش هم حتما حل کنید. با این شرایط you learn conditional sentences easily. جملات کاندیشنال راحت یاد میگیری. من از حرفم مطمئنم. اطمینان دارم که این اتفاق باعث اون اتفاق میشه. مثلا If you have goals in your life and then you try hard for them, if you have goals in your life and then you try hard for them, you reach them. If you have goals in your life and then you try for them, you reach them. اگر هدف در زندگی داشته باشی و براشون سخت تلاش بکنی بهشون میرسی. I have faith in it. I have faith in it. I believe in it. من بهش اعتماد دارم، ایمان دارم، اعتقاد دارم و به این جمله چون ایمان دارم و میدونم اگر هدف داشته باشی و براش سخت تلاش کنی بهش میرسی، جمله‌مو zero conditional گفتم. اینم از کاندیشنال تایپ سف یا زیرو کاندیشنال. یه دور دیگه تمرینا رو از روی این ببینین خودتون تو ویدیو. من عکس تخترم آخر ویدیو دوباره میذارم براتون. عکس تخته تو چنل تلگرامم هست، میتونین از اونجا بردارین. یادتون نره بچه‌ها من تو چنل تلگرام دو تا تمرین میخوام بزنم. یه ویدیوی تمرینی که صدای خودم روش ثبت شده، یه پی دی اف تمرین. ویدیوی تمرینی رو ببینین، ببینین من چه جوری حل میکنم. قشنگ میرم تو دل زیرو کاندیشن همه رو براتون توضیح میدم. بعد پی دی اف رو حل کنیم. البته پی دی افتون جواب داره، ولی اگر سوال داشتین این پایین کامنت کنین. فعلا هم عجله نداشته باشین. تایپ زیرو رو که خوب یاد گرفتین، سه تا تایپ بعدی رو هم بهتون یاد میدم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایکش کنین، به دوستان خودتون هم معرفی بکنین، خیلی خوشحالم میکنین. و چنل تلگرام یادتون نره جوشی که تمرین ها اونجاست. و اینکه اگر که مثل همیشه حرف آخر ویدیویی مد نظرتون هست، منظورم اینه که اگر موضوعی مد نظرتون هست که فکر میکنید من میتونم براتون ویدیو آماده کنم، خوشحال میشم مد نظر قرار بدین. Till another grammar, take care, see you soon and bye bye.